قربانی. سلام خانم دکتر، خیلی خوش اومدین. جونم، بهترین کتابی که من از یادم از میخواستم ازتون بپرسم، باور کنین خودتون گفتین. ماهیسیای کوچولو. صمد بهرنگی که هر وقت میخونم تو هر سنی یکی از زیباترین کتاب هاست، برای اینکه من از بچگی خیلی به آزادگی اعتقاد داشتم، با اون پدری که داشتم خیلی منو روشن کرده بود و با اون سن کمم این کتاب ماهیسیای کوچولو منو برد به دنیای چگونه انسان میتونه این پر پرواز و یا حرکت رو از یه برکه برداره و بره به طرف رودخانه و بره برای بسوی آزادی کنه. و اون دریا و اقیانوس آزادی. خیلی حالا مثلث قربانی اتفاقا باعث میشه که ما نتونیم به اون دنیای آزادگیمون برسیم. یک حالا که در مورد ماهیسیای کوچولو گفتم، بذاریم این مثلث قربانی رو اینجوری شروع کنم که میدونین، اول بگم بعدن میگم که بچه‌ها نشون بدن. الان قربانی در کشور ما مردمن. خب آزاردهنده سیستمی که داره متاسفانه و به دنبال ناجی میخواییم بگردیم، که همش به دنبال ناجی هستیم، در صورتی که ناجی من و توییم فقط و فقط. حالا بازش میکنم چرا. ببین اگه نگاه کنید، یادتون میاد ترانزکشنال انالیسیس که این برخوب یه برداشتی از همین تئوریه که استیون کارپمن سال 1968 از برداشتی از تی ای این مثلث قربانی یا دراما رو درست کرد، دراما تریانگل. الان شما یادتون میاد که والد و بالغ و چایل داشتیم. حالا اگر بریم سراغ اون یکی عکسی که فرستادم که مثلث رو نشون میدیم، مثلث قربانی یه قربانی داره، یه آزاردهنده داره و یه ناجی، که همه ما تو زندگیمون نگاه کنین، همه ما تو زندگیمون احساس قربانی کردیم، هممون احساس کردیم که آزارمون دادن، هممون هم به دنبال ناجی گشتیم. تو زندگیمون اگه از کودکی یه خورده فکر کنیم، این اتفاق زیاد برام افتاده، درسته؟ که احساس کردی که آره خودت فکر کن، بدون شک هممون که احساس قربانی بودن میکنیم، بعد احساس میکنیم کسی آزارمون داده و بعد میگیم یکی بعد نجاتمون بده. بله. و این خیلی خیلی نرماله، این دراماست که برای همه ما به وجود میاد. حالا مسئله قربانی که کسی که همیشه احساس میکنه که آزار همیشه بهش داده میشه، نمیتونه از خودش دفاع بکنه، حقش رو میخورن، دائما هستن که حقش رو بخورن. کسی که آزار دهنده است، کسی مثل خودشیفته، مثل برتری طلبه. معمولا قربانی رو من میگم اصولا مثل مهر طلب و انزوا طلبه، ولی آزار دهنده مثل همون برتری طلب و آدم خودشیفته است که دائما خوشش میاد از آزار دادن، از اینی که تحقیر بکنه، از اینی که مقایسه بکنه لذت میبره. و با این اگه فلش ها رو نگاه کنین، فلش ها هر دو به هم دیگه خورده است. حالا من توضیح میدم چرا این فلش ها به هم خورده است. بعد ناجی دیدی بعضیا از قده قهرمان بازی رو در میارن، فوراً دست طرف رو میگیرن، فوراً میخوان یه کاری براش بکنن. دوباره این به نوعی مهرطلب است. اگه بخوایم از اون زاویه روانشناسی نگاه کنیم، مهرطلب معمولاً اینجوریه، دوست داره اون ناجیه باشه، دوست داره اون قهرمانه باشه که همه واسش دست بزنن بگن چقدر انسان خوبیه. بعضی وقتا دیدی بعضی از بابا و مامانا برای دیگران چقدر پدری و مادری میکنن، برای بچهای خودشون اینجوری نیستن، برای اینکه به دنبال اون دست دادن ها و اون تشویق های بیرون هستن، در صورتی که اصل رو ول کردن، هسته رو ول کردن، اما بیرون رو میخوان نگه دارن. حالا خیلی وقتا ما ممکنه که خودمون آزاردهنده خودمون باشیم و نمیدونیم چجوری ناجی باشیم، که در هفته آینده سعی میکنم چه باید کرد و بگم. ولی الان بذار برگردیم، مثلا خانم از دست خواهر شوهرش، مادر شوهرش، کسی ناراحته، میاد به شوهرش میگه که آره دیدی چی خوب، دیدی چی گوشه ای زد، فکر میکنه من نمیفهمم، اینقدر عصبانی شده بودم، اینقدر با بغض حرف میزنه. شوهر مثلا برگرده بگه که باز شروع کردی، میخواست جوابشو بدی، تقصیر خودت بود، تو اینو گفتی، اونم اینجوری جواب داد دیگه. خب خانم برای یه لحظه ممکنه خیلی ناراحت میشه، بعد خیلی عصبانی میشه. حالا دو حالت داره، یا دلش واسه خودش میسوزه که جرئت نمیکنه جواب بده، میترسه، دلش واسه خودش میسوزه و میزنه زیر گریه و نگه میداره پرونده میکنه، یا اینکه همون موقع یه دفعه شروع میکنه شلوغ کردن و داد زدن، مدشون ریخته خودت و فامیلتو ببره، همتون مثل همدیگه هستین. دقت کنین چی شد. برگردیم سراغ اون تی ای که در موردش صحبت میکردیم. برای یه لحظه کودک بود، کودکی که گریه میکنه، زاری میکنه، بعد تا شوهرش شد والد آزاردهنده، خودش شد سری والد آزاردهنده. بالغ نبود،
چون برخوردی که کرد، حتی اگر برخورد مظلومانه هم میکرد، باز دوباره قربانیه بود. به همین دلیل اگه عکسه اون قربانی رو مثلث رو همینطور نگهداری عزیزم نگهداریم، خیلی بهتره که هی نشون بدم و توضیح اینو بذاریم کسرای گلم، بذار همینطور بمونه قشنگ جا بیفته، چون وقتی هست اینجوری هم از اون زاویه ها میتونم ببینم. پس اگه دقت کردید این توی یه صحبت خیلی خیلی معمولی سر شام زهرمار شد به جفتشون، اگه بچه هم هست به همه زهرمار شد. حالا اون لحظه خانوم به دنبال ناجی میگرده یا آقا به دنبال ناجی میگرده، فلش‌ها رو نگاه کنید، هر دوشون یه دفعه احساس میکنن که قربانی شدن. خیلی وقتا اون قربانیه، ببین قربانی عادت میکنه به قربانی بودن، تا مظلوم نباشد ظالمی نیست. من یه سوال اینجا واسم پیش اومد، شما گفتین که واسه ما، یعنی همه ما این احساس داشتیم که توی دوران زندگیمون خب قربانی، احساس این که قربانی هستیم و کردیم، ولی اگر زیاد این احساس داشته باشیم مشکل دیگه، درسته؟ آفرین، چه سوال خوبی. آمپاگی من اینو میدونی چرا؟ خیلی سوال عمیقی بود. قربانی، اما همیشه گفتم به عنوان بالغ اگر تو اون نقش قربانی بمونی، بزرگترین خائن و جنایتکار به خودت خودتی. ما الان داریم در مورد اون آدم حرف میزنیم که همیشه میخواد قربانی باشه. و چرا حالا میشه خائن خودش؟ برای اینکه نمیتونه رشد کنه. برای اینکه یاد نمیگیره ناجی باشه. برای اینکه یا اجازه میده آزاردهنده همیشه ظلم کنه بهش، اونم که اگه مظلوم است هی پرونده کنه. هی غرق بشه تو اون مرداب قربانی بودن خودش. اما مسئله اینجا اینه که اون قربانی عادت میکنه به قربانی بودنش، دوست داره که اینجوری توجه بگیره. بعضی وقتا بیمارگونه دوست دارن کتک بخورن، حتی فوش بخورن، چه آقا چه خانوم فرق نمیکنه تو اون رابطه، چون احساس قربانی بودنشون قوی تر میشه. ببین وقتی یه دفعه فوشش بدی، یه دفعه دعواش کنی، یه دفعه بزنیش، احساس قربانی بودن آدم میکنه دیگه. وقتی یکی حمله بهش میکنه یا ناسزاگویی میکنه، اون لحظه معتاد میشن به این به این روحیه، معتاد میشن به این شخصیت قربانی. حالا خیلی وقت تو مراجعین زناشویی که میان پلو من، خیلی وقت آزاردهنده اصلا خودش قربانیه اما خبر نداره، برای اینکه اون قربانیه یه موزیبازیایی در میاره، یه رفتارایی میکنه که آزاردهنده رو کاری بکنه که تحریکش کنه منو آزار بدی. که وقتی منو آزار بدی، حالا دیگه من پرونده دارم، حالا پروندهمو قطور میکنم بر علیه تو و های دنیا بیام ببینیم، ببین چه ظالمیه، ببین من چقدر بدبختم، ببین من چقدر بیچارم. یا بعضی وقتا به بچه‌هاشون رو ناجی میکنن که ببین بابای فلان فلان شده یا مامان بدت، من چقدر بدبختم. یا پدر بزرگ مادر بزرگ این کارو میکنن. اینجاست که اون وقت اون کودک چقدر آسیب میخوره، اینجاست که اون وقت اون ناجیه نمیفهمه که چقدر داره به خودش و به دیگران خیانت میکنه. یعنی انقدر این گیم به راحتی تو زندگی ها، تو محیط کار، همه جا دیده میشه این بازی ها. یعنی طرف اصلا میخواد که آزارش بدن که بتونه اون وقت بهانه بکنه، هم خودش رو قربانی نشون بده، هم طرفی که آزار دهنده است و بیشتر آزارش بده که تو چقدر بدی، تو چقدر بدجنسی. و اگرم که طرف اصلا اهل برتری طلبی و خودشیفتگیه، لذت میبره، قدرت طلبی میکنه که خوب کردم، خالتو گرفتم، خالت جا اومد، لذت میده به اون ناجیه. حالا خیلی وقتا خود آزاردهنده رو قربانی کاری میکنه که ناجیش باشه. خیلی سریع مثلا حالا که یه حرف بد زده، اون میزنه زیر گریه، فوراً میره میگه ببخشید عزیزم، قربونت برم، چی موقتیه. دوباره اون قربانی لذت میبره از اینی که آزارم دادی، حالا ناجیم شدی. اینا مصیبت های شخصیتی، آسیب های شخصیتی که خیلی تو زندگی یا تو محیط کار همه جا خیلی به ما آسیب میزنه. ما باید بیاموزیم چجوری ناجی خود باشیم. ما باید بیاموزیم که از قربانی بودن بیایم بیرون، آزار ندیم و آزارم نگیریم. درست. هفته دیگه در مورد چه باید کرده این مثلث، کسایی که همیشه احساس قربانی بودن میکنن دیگه، از اینجا شروع کنیم. آره آره، مرسی از شما.